هر روز کلی عکس و ویدیو و محتوا میبینیم که توی نگاه اول شاید متوجه نشیم چی میخوان بهمون بگن، ولی اگر دقیق تر بهشون نگاه کنیم تازه متوجه میشیم پشت چند تا عکس و ویدیوی ساده چه چیزای وحشتناکی میتونه باشه. حالا شاید صرفاً همشون هم وحشتناک نباشن، ولی بالاخره به یه داستانی میرسیم که تعجب کنیم بگیم چرا از اول نفهمیده بودیم. توی یوتیوب، همین پلتفرمی که الان داری این ویدیو رو توش میبینی، کلی کانال و محتوا هست که تو نگاه اول نمیفهمیم چی هن. شاید خیلی راحت ازشون بگذریم، نگاهشون نکنیم بگیم چی داره میگه طرف، ولی یه تعدادشون میتونن خیلی دارکتر از چیزی باشن که ما فکر میکنیم. مثل کانال Magic World of آنیا که کدای داخلش ما رو به چیزایی میرسونه که احتمالاً بعد فهمیدنشون دیگه اون آدم قبلی نمیشیم. تو این ویدیو کاری با این کانال ندارم. قراره 12 تا عکس با هم ببینیم که تو نگاه اول شاید نکته عجیبی نداشته باشن، ولی وقتی میفهمیم بک‌گراند این عکسای ساده چیان همه چیز عوض میشه. اینم بگم که این پارت یک از این مدل ویدیو هاست. وقتی داشتم کار میکردم در موردش خیلی خودم خوشم اومد. اگه ببینم شما هم دوستش داشتین حتما پارت دیگه‌ش هم میسازم. آرش هستم، خوش اومدی به یه ویدیو دیگه از مستر کلان استوریز. قبل از اینکه ویدیو رو شروع کنیم میخوام یه چند تا نکته رو بهت بگم. با این وضع اینترنت و فیلتر شکن و مصیبت‌ها، ساختن ویدیو واقعا کار سختیه. تو این مدت با انرژیایی که شما بهم دادین سعی کردم ویدیوها رو ادامه بدم. دم همتون گرم. یه خواهشی ازت دارم. اگر از این ویدیو خوشت نیومد که هیچی، ولی اگر خوشت اومد حتما ویدیو رو تا آخر نگاه کن، لایک هم حتما بکن. وقتی ویدیو رو لایک می‌کنی و تا آخر می‌بینی، یوتیوب متوجه میشه که از ویدیو خوشت اومده. ویدیو رو به بقیه هم پیشنهاد میده. ولی وقتی تا آخر نگاه نمی‌کنی، لایکش هم نمی‌کنی، احساس می‌کنی که خب ویدیو جذاب نبوده. به کسی دیگه پیشنهادش نمیده. پس اگه خوشت اومد، حتما تا آخر نگاه کن، لایک هم بکن. اگرم خوشت نیومد که هیچ. اگه هنوز سابسکرایب نکردی، دوست داشتی سابسکرایب کن. بازم اگه دوست نداشتی، هیچ. این عکس توی نگاه اول شاید شبیه یه پیرزن مریض و فرتوت باشه که حال و روزش خوب نیست، ولی داستانش چیه؟ می سال 1901 دادستان کل پاریس یه نامه عجیب غریب به دستش میرسه. توی نامه نوشته بود یکی از خانواده‌های خیلی معروف پاریس یه راز کثیفی رو دارن از همه مخفی میکنن. نامه نه اسم داشت نه امضا، ولی چیزایی که توش نوشته بود انقدر وحشتناک بود که نمیتونه سریع اقدام نکنه. این راز کثیف مربوط به خانواده مونیر بود. همه کسایی که به محل اعزام شدن فکر میکردن حتما یه نفر داره با این خانواده دشمنی میکنه، چون اینا رو همه میشناختن. یه خانواده خیلی ثروتمند که کلی هم به بقیه کمک میکردن، به خاطر کمکاشون جایزه هم گرفته بودن. به غیر از اون پسرشون هم جز وکیلای خیلی مطرح پاریس بود، ولی نمیشد به جزئیات نامه توجه نکرد. خانواده مونیر به جز اون پسر یه دختر دیگه هم داشتن به اسم بلانش که از نظر همه خیلی هم خوشگل بود، ولی از 25 سال قبل، یعنی از زمانی که از طبقات مرفه پاریس دائم به خانواده‌اش زنگ می‌زدن و ازش خواستگاری می‌کردن، یه دفعه از خونه میره، دیگه کسی نه می‌بینتش و نه چیزی ازش می‌شنوه. نکته عجیب اینجاست که خانواده مونیر بعد از اون به زندگی عادیشون ادامه دادن. انگار نه انگار یه دختری هم داشتن. بعد از نامه‌ای که به دست دادستان رسید، پلیس‌ها وارد خونه میشن. چیز عجیبی اولش پیدا نمی‌کنن، ولی حس می‌کنن یه بوی خیلی بدی از طبقه‌های بالا میاد.
را میافتن میرن دنبال بو و میرسن پشت در یه اتاق که یه قفل بزرگ زده بودن بهش. به زور قفل رو میشکنن و میرن داخل. هیچی معلوم نبوده جز تاریکی. بوی افتضاحی هم میومد. اتاق فقط یه پنجره داشت که اونم با پرده های خیلی ضخیم پوشیده شده بود. انقدر بوی بدی میومد که یکی از افسرها گفت دیگه نمیخواد وقت تلف کنین پنجره رو باز کنین. بشکنینش. وقتی پرده ها رو میدن کنار و پنجره رو میشکنن، تازه یکم نور میاد داخل اتاق و میبینن چه خبره. همه جا پر آشغاله. یه تختم گوشه ی اتاقه که یه پیرزن روش زنجیر کردن. یه پیرزنی که به زور 20 کیلو وزن داشته. پیرزن بلانج بود که بعد از 25 سال برای اولین بار دوباره نور خورشید رو میدید. حتی انقدر توان نداشت که مگسایی که دورش میچرخیدن رو از صورتش دور کنه. مادر و برادر بلانج دستگیر میشن و خودش هم مستقیم میره بیمارستان. اولین حرفی هم که به پرستارا میزنه اینه که چقدر نفس کشیدن توی هوای تازه خوبه. تازه ماجرا معلوم شد. بلانج نمیخواسته با این مرد اشرافی زندگی کنه. عاشق وکیل بیپول شده بوده که مادرش راضی نبوده. بلانج هم راضی نشده بیخیال عشقش بشه، اونم زندانیش کرده. برادرش توی زندانی کردن بلانج به مادرش کمک میکرده. بعد از اینکه مردم میفهمن داستان چی بوده، انقدر عصبانی میشن که کل پاریس میریزن جلوی خونهشون و زندان و بیمارستان و انقدر سر و صدا میکنن تا مادرش بالاخره سکته میکنه و میمیره. بلانج هم یه چند سالی بعد از اون زنده میمونه و بالاخره سال 1913 میمیره. یه نکته ای که بعد از این ماجرا برای همه سوال میشه اینه که اون نامه رو کی نوشته بوده. کلی در موردش تحقیق میکنن و در نهایت هم به هیچ نتیجه ای نمیرسن. فقط یه احتمال میدادن، اونم این بوده که یکی از خدمتکارایی که داخل خونه خانواده مونیر کار میکرده به دوست پسرش اطلاع داده و ازش خواسته به پلیس خبر بده. احتمالا گزینه دیگه ای نمیتونسته باشه. بریم عکس بعدی. این عکس‌ها به سایه انسانی معروفند که احتمالاً فقط تو ژاپن بشه پیداشون کرد. احتمالاً دلیلشو الان حدس زدی، ولی بذار داستانشو کامل بهت بگم. به خاطر انفجار اتمی 6 و 9 آگوست 1945 توی ژاپن، توی هیروشیما و ناکازاکی، سایه یه تعداد آدم و اشیای مثل دوچرخه و نردبون و چیزای دیگه رو زمین و ساختمون‌ها هک شد. درک این که این سایه ها آخرین لحظه زندگی یه عده بودن سخته. ولی چجوری به وجود اومدن؟ به گفته پزشکا و متخصصا وقتی یه بمب اتم منفجر میشه گرما و نور خیلی شدیدی ایجاد میکنه. وقتی یه شی یا یه شخص جلوی این حرارت و نور قرار میگیره باعث میشه از اجسامی که پشت سرش بودن محافظت کنه. دقیقا مثل سایه عمل میکنه. نور شدید به بدن و اشیا رسیده، ولی چون یه مانع سر راهش بوده به دیوار و سنگ فرشا نرسیده که باعث شده اون قسمت تیره تر از بقیه جاها باشن. انفجار و نور انقدر شدید بوده که بقیه ساختمونه و دیوارا رو یه تیکه سفید کرده. فقط اون قسمت ها تیره موندن. این عکس رو یه عده تونستن شناسایی کنن. گفتن سایه یه خانومیه که اینجا جلوی بانک نشسته بوده، منتظر بوده تا بانک باز بشه، ولی بعد از انفجار دیگه کسی نمیبینتش. یه چیزی که داستانو ترسناکتر میکنه اینه که متخصصا میگن تعداد سایه هایی که رو دیوار افتاده بودن خیلی بیشتر از چیزاییه که ما الان تو شهر میبینیم. دلیل کم شدنشون هم یه چیز بوده. انفجارهای بعدی باعث شدن سایه های قبلی از بین برن. بریم عکس بعد. این عکس یه کلیساست که تو نگاه اول شبیه کلیساهای دیگه است، ولی یه تفاوتی داره. شهر مونستر آلمان الان یه شهر دانشجویی آرومه، ولی یه دوره مرکز کلی شورش و آشوب بوده. کلیسای سنت لامبورتی با یه سری زیورالات عجیب غریب تزئین شده که بعضیاشون یادآور اتفاقات جالبی نیستن. 500 ساله 3 قفسه آهنی اندازه یادم بالغ از گلدسته این کلیسا آویزون شده که به عنوان یه سمبول برای یادآوری نافرمانی شورشی ازش استفاده میشه.
داخل این قفس ها یه زمانی جسد سلاخی شده یه 3 از رهبرای اصلی شورش ها بود، برای اینکه مردم درس عبرتی باشه براشون. ولی الان بحث و جدل سر اینه که چرا یه همچین چیزی باید بشه نماد یه شهری که هر سال کلی دانشجو از جاهای مختلف دنیا میان اونجا درس بخونن. جسدای تیکه تیکه شده رهبرای شورشی 50 توی قفسایی که از کلیسا آویزون شده بودن نگهداری میشدن. کلاغا هم با این اجساد یه جشن درست حسابی گرفته بودن. کلی هنرمندم از جاهای مختلف دنیا میومدن که از کلیسا و قفساش نقاشی بکشن. سال 1800 کلیسا رو بازسازی کردن و قفسا رو دوباره گذاشتن سر جاش. توی جنگ جهانی دوم یه موشک میخوره اون حوالی و کلیسا آسیب میبینه. ولی 4 بعد دوباره کلیسا رو تعمیر میکنن. یه دستی هم به سر و گوش قفسا میکشن و دوباره آویزونشون میکنن سر جاشون. بریم عکس بعدی. به این عکسا نگاه کن. به نظرت اینا چی هن؟ بریم ببینیم دقیقاً چی هن. اما هاک سال 1878 تو آلمان به دنیا آمد. سال 1909 توی 30 به خاطر زوال عقل و روان پریشی تو بیمارستان روانی بستری شد. اما 4 قبل از اینکه تو بیمارستان بستری بشه با یه معلم ازدواج کرده بود و 2 داشت. مشکلات روانی که اما داشت شوهرش و بچه‌هاش رو اذیت می‌کرد و تشخیص درست این بود که کنارشون نباشه، تا خطری برای خانواده نداشته باشه حداقل. اما سال 1920 میمیره و توی وسایلش یه سری کاغذ پیدا میکنه. اولش متوجه نمیشن این کاغذ ها چی هن. ولی خوشبختانه قبل از اینکه به عنوان یه سری کاغذ بی مورد بندازنشون دور، متوجه میشن که اینا نامه هایی هن که اما برای شوهرش نوشته. ولی هیچ کدوم به دستش نمیرسیدن. بعدن اما به خاطر این نامه ها کلی معروف میشه و به خاطر محتوای انتزاعی که داشتن، نامه ها جز آثار هنری دستبندی میشن. توی اکثر نامه ها یه سری کلمات مثل بیا عزیزم یا بیای خالی هی تکرار میشن. چیزی که باعث میشه این تصویر شبیه نامه نباشه و نوشته این نبینیم اینه که اما جمله های تکراری و دائم روی هم نوشته. انقدر این کارو تکرار کرده که هیچی از نوشته ها معلوم نیست. از نظر ادبی خیلی متن جذابی ننوشته، ولی از نظر خوشنویسی طبق چیزی که میگن گویا ارزش هنری داره. چون حس تنهایی و ناامیدی اما هم باشون گره خورده بود، باعث شده بود ارزششون بیشتر بشه. عکس بعدی رو ببینیم. تو نگاه اول از این عکس چی میفهمی؟ یه دختر بچه رو میبینیم که شاید یکم مریض باشه، ولی ماجرای پشت این عکس خیلی وحشتناکتر از چیزی که بشه تصور کرد. اسم این دختر جنی وایلیه. جنی تو 13 اول زندگیش از جامعه کلن جدا بوده، با یه پدر روانی و یه مادر بیورزم زندگی میکرده که اونام هیچ اهمیتی بهش نمیدادن. وقتی میگم هیچ اهمیتی بهش نمیدادن، یعنی در این حد که این بچه حتی حرف زدنم یاد نگرفته بوده. به بچه انقدر کم غذا داده بودن که تو 13 فقط به اندازه یه بچه 8 رشد کرده بود. متاسفانه پیدا شدن این بچه کمک زیادی نتونست بهش بکنه، چون رفتارشناسا و پزشکا به چشم این نعمت بهش نگاه میکردن که میتونستن کلی تحقیقات روش انجام بدن. جنی اسم واقعیش نیست، بعدن دکترها این اسمو براش انتخاب کردن چون پدر مادرش اصلا اسمی براش نذاشته بودن. Jeannie had a strange bunny walk and other almost inhuman characteristics. Jeannie constantly spat. پدرش کلارک وایلی چون بچگی بدی داشته، دیگه حوصله سر و صدا و رسیدگی به بچه رو نداشته. اولین دخترش که به دنیا میاد، میذارتش توی گاراژ که یخ بزنه بمیره. بچه دومش هم به خاطر نقص مادرزادی میمیره تا میرسه به جنی و برادرش. برادر جنی که ازش بزرگتر بوده هم از دست بدرفتاری کلارک خیلی در امان نبوده، ولی باز وضعیتش از جنی بهتر بوده. کلارک خود به خود بدون هیچ تخصصی به این نتیجه میرسه که جنی معلول ذهنیه، هیچ فایده برای جامعه نداره، پس بهتره نه این با جامعه در ارتباط باشه نه جامعه با این. تصمیم میگیره توی اتاق تاریک
یه وقتایی هم داخل یه قفس زندانیش کنه. هیچ آموزشی هم به بچه بیچاره نمیده. اگر جنی یه وقتایی یه کاری میکرد که کلار خوشش نمیومد، بچه رو به یه تخته بزرگ میزد. یه وقتایی هم سگ مینداخت به جونش که بترسونتش. بعدن معلوم شد که پیرمردا هم بهش تجاوز میکردن. بعد از اینکه جنیو پیدا میکنن فقط میفهمن یه سری کلمات محدود بلده. چیزایی مثل این که پدر چوب بزرگ زد، پدر عصبانی، پدر به من گریه داد. کلن حرفایی که میشد فهمید این دختر 13 ساله حرف زدن بلد نیست و همونقدر میشد فهمید که چه بلایی سرش اومده. مادر این دختر بچه بیچاره تقریبا نابینا بود و عرضه این که جلوی پدرش وایسه رو نداشت. بعدم گفته بود که کاری از دستم بر نمی اومده. وقتی بچه رو پیدا میکنن میبینن بچه بیچاره راه رفتنم بلد نیست حتی. کلارک قبل از محاکمه خودشو میکشه. جنی هم از طرف پزشکا لقب آسیب دیده ترین بچه دنیا رو میگیره. 4 سال تمام کلی متخصص، از روانشناس و رفتارشناس بگیر تا زبانشناس، هر جوری تونستن رو این بچه تحقیقات کردن که شاید بتونن یه چیزی به رزومشون اضافه کنن. یه چند سالی تحقیقات رو ادامه میدن تا اینکه بودجه تحقیقات تموم میشه. بعد از اون بچه رو میسپارن به مادرش. یه مدتی هم تو آسایشگاه های مختلف بوده. ولی بعدش دیگه معلوم نمیشه چه بلایی سرش اومده. اصلا زنده هست، نیست. کسی نمیفهمه کجاست. بریم عکس بعدی. تو این عکس یه نفر با رژ لب رو دیوار یه چیزی نوشته. روی دیوار خونه فرانسیس براون نوشته: به خاطر بهشت منو بگیر قبل از اینکه بیشتر بکشم. نمیتونم خودمو کنترل کنم. توی آپارتمان به غیر از این نوشته جسد زنی که چاقو تو گردنش فرو شده بودن پیدا شد. کسی که این کارو کرده بود توی مطبوعات و بین مردم به قاتل رژ لب معروف شد. ویلیام هیرنس سال 1928 به دنیا آمد و کم کم تبدیل شد به یه دزد پیش پا افتاده که هیچ سابقه از خشونت تو زندگیش نبود. ولی یواش یواش تبدیل میشه به یه دزدی که تو کلکسیونش همه چیز پیدا میشده. از اسلحه و دوربین و جواهر گرفته تا دستمال کاغذی. تو 13 سالگی دستگیر میشه و میگه برای سرگرمی دزدی میکرده. توی همون دوران دستگیری هم درس میخونده. اتفاقا جز شاگرد زرنگو هم بوده. همه نمره‌هاش خوب بوده. یه زمانی هم به عنوان دانشجوی تیزهوش برای تحصیل تو دانشگاه شیکاگو واجد الشرایط میشه. دلش میخواست مهندس برق بشه. ولی هیچ کدوم از این راهایی که پیش روش بود نتونست ویلیامو از سرگرمی بچگیش دور کنه. هی وحشی و وحشی تر شد تا جایی که تبدیل شد به قاتل رژ لب. قتل فرانسیس دومین قتلش بود ولی خیلی معروف تر شد. اونم قطعاً به خاطر جمله‌ای بود که با رژ لب رو دیوار نوشته بود. اولین قتلش رو 6 ماه قبل از قتل فرانسیس انجام داد. یعنی سال 1945 چاقو رو فرو کرده بود تو گردن جوزفین راس 43 ساله. یه دامنم دور گردنش پیچیده بود، زخمشم چسب زده بود. تنها سرنخی که توی اون صحنه جرم پیدا شد چند تا تار موی تیره بود که تو دست جوزفین بود. اون چند تا تار مو هم تنها کمکی که تونستن به پلیس بکنن این بود که بفهمن دنبال کسی باید باشن که موهای تیره داره. همسایه های جوزفین نه سر و صدای شنیده بودن، نه کسی رو دیده بودن که وارد خونه بشه. به نظر میاد که قاتل میخواسته دزدی کنه، ولی بعد دیده صاحب خونه خونست و مجبور شده بکشتش. ولی برای پلیس عجیب بود که هیچ رد و نشونی توی صحنه جرم نیست. دقیقا همین اتفاق توی صحنه جرم فرانسیس هم افتاده بود. ولی به جای دامن، فرانسیس رو تو حوله پیچیده بود. هیچ اثر انگشتی یا چیزی که بتونه به پلیس کمک کنه وجود نداشت. انقدر صحنه جرم تمیز بود که پلیسا شوکه شده بودن. تنها مدرکی که این دفعه داشتن متن روی دیوار بود که سریع عکسش توی همه روزنامه‌ها و مجله‌ها چاپ شد.
کل شیکاگو داشتن با ترس زندگی میکردن و منتظر بودن تا صحنه قتل بعدی پیدا بشه. هفته اول سال 1946 ویلیام آخرین قتلشو انجام داد. البته آخرین قتل و وحشیانه ترینشو. ساعت 7:30 صبح جیمز دگنان متوجه میشه که دختر 6 سالش توی اتاقش نیست، گم شده. تنها سرنخی که توی اتاق بچه پیدا شد یه یادداشت مچاله شده بود که توش 20,000 دلار پول خواسته بود. یه سری دستورالعملا هم گذاشته بود که اگه به پلیس بگین اینجوری میشه اونجوری میشه و چیزای این شکلی. ولی 12 ساعت بعد معلوم شد که اون نامه و درخواست پول فقط برای سرکار گذاشتن خانواده دختر بچه و پلیس بوده، چون جسد سوزان دگنان 6 ساله رو پیدا میکنن. ساعت 7 بعد از ظهر سر بریده شده سوزان توی فاضلاب اطراف خونش پیدا میشه. روبانایی که اون روز صبح به موهاش بسته بودن هنوز سر جاشون بودن. چند ساعت بعد پلیس پاهاشو پیدا میکنه، بعدم نیم تنشو. بالاخره جسد بچه 6 ساله تکمیل میشه. پلیس هنوز نتونسته بود بین قتل آخر با دوتای دیگه ارتباطی پیدا کنه که به فهم همون قاتل روژه لبه. به خاطر روش قتل احتمال میدادن شاید کار کس دیگه ای بوده باشه، ولی تقریبا کل شیکاگو میدونستن که کار همونه. توی همین اوضاع ویلیام برای خودش دانشگاه میرفت، شطرنج بازی میکرد، جشن میگرفت، با دوست دختراش وقت میگذروند، تا اینکه یه شب تصمیم میگیره یکی از دخترای دانشگاه رو دعوت کنه برن بیرون با هم شام بخورن، ولی پول نداشته. حدوداً 1,000 دلار پول نیاز داشته. برای جور کردن پول مجبور میشه دزدی کنه، ولی محله اشتباهی انتخاب میکنه. محله سوزان رو انتخاب میکنه که مردم همشون حواسشون جمع بوده نکنه دوباره این قاتل پیداش بشه. یکی از همسایه‌ها میبینتش و پلیس رو خبر میکنه. دو تا پلیس میافتن دنبالش و بالاخره گیر میافته. ویلیام به قتل اعتراف نمیکنه و پلیس هم مدرکی نداشته که بتونه ثابت کنه این همون آدمه. بعد از کلی ماجرا و بازجویی بالاخره میگه قتل کار یه نفره به اسم جورج، که پلیس ها احساس میکنن احتمالاً جورج منظورش خودشه، فقط داره یه آدرس غلط میده که ما رو سردرگم کنه. مشکل اینجا بود که دستخط روی دیوار و دستخط باجگیری که برای خانواده سوزان گذاشته بود با دستخط ویلیام یکی نبود. البته از همچین آدم باهوشی هم بعید نبود یه فکری برای اونجاش کرده باشه، ولی یه سری نشونه ها و اثر انگشتا توی خونش و وسایلش و جاهای دیگه پیدا میکنن که ثابت میشه این همون قاتل روژه لبه. ویلیام از ترس اینکه کارش نکشه به صندلی برقی به قتل اعتراف میکنه. دادگاه هم 3 بار حبس ابد براش میبره. My dad was in the forest business. And so that's what I grew up in. توی دوران محکومیتش 3 بار خودکشی میکنه که متاسفانه هر 3 تاشون هم ناموفق بودن، تا اینکه بالاخره تو سن 83 سالگی میمیره. بریم عکس بعدی. تو نگاه اول این عکس یه عکس خیلی ساده میاد، یه پدر و بچه که با هم توی روز آفتابی عکس گرفتن، ولی نکته این عکس اینه که داستان اصلا مربوط به این پدر و بچه نیست. نکته مهم این عکس اون ماشین قرمزیه که گوشه خیابون پارک شده. این عکس رو سال 1998 توی شهر اوما توی ایرلند شمالی گرفتن. یک گروهی که از ارتش جدا شده بودند با توافق جمعه خوب و آتش بس توی ایرلند شمالی مخالف بودند. شروع کردن به تهدید و خرابکاری. ماشین قرمز داخل عکس ماشینی که بمب‌گذاری شده و این عکس هم چند دقیقه قبل از انفجار گرفته شده. انفجاری که باعث مرگ 29 نفر و زخمی شدن 220 نفر شد. 40 دقیقه قبل از انفجار یه سری هشدار به پلیس از طریق تلفن داده بودند، ولی محلشو نگفته بودن که کجا قرار منفجر بشه. پلیس هم که سردرگم شده بودن مردمو بیشتر به اون منطقه هل دادن. بعد از این ماجرا ایرلند و بریتانیا سری قوانین ضد تروریسم رو وضع کردن. بعدن معلوم شد که سازمان اطلاعاتی بریتانیا و آمریکا از قبل خبر داشتن که قرار همچین بمب‌گذاری انجام بشه، ولی اطلاع نداده بودن.
در مورد این عکس و انفجار چیز بیشتری نمیتونم بگم، چون یه سری داستانا داخلش بود. ولی بهت پیشنهاد میکنم خودت حتما در موردش تحقیق کنی و بخونی. بریم عکس بعدی. عکسی که سال 1954 گرفته شد و به تراژدی کنار دریا معروفه. اون روز زندگی این زن و شوهر برای همیشه عوض شد. صبح روز 2 آوریل 1954، جان گانت، عکاس لس آنجلس تایمز، جلوی خونه ساحلیش داشت استراحت میکرد. یه دفعه صدای جیغ و فریاد میشنوه. طبق غریزه عکاسیش سری دوربینش رو بر میداره و میره سمت ساحل. این زن و شوهر رو میبینه که همدیگر رو بغل کرده بودن و داشتن زار میزدن. مرد هی میرفته سمت دریا و دوباره میومده عقب. خیلی مضطرب بودن. جان اونجا تازه دوزاریش میفته که داستان چیه. پسر 19 ماهه این زن و شوهر میفته تو آب و یه موج سوار داشته سعی میکرده بچه رو بگیره. ولی موج سوار هم کاری از دستش بر نمیاد. فردای همون روز آب جسد رو میاره توی ساحل. این عکس کلی جایزه میبره و اسمشو توی روزنامه ها و مجله ها میذارن تراژدی کنار ساحل. جان به خاطر همین عکس کلی جایزه میگیره، ولی همیشه حالش بد بوده چون خودش هم یه دختر کوچیک داشته. فکرش هم نمیکرده با گرفتن این عکس تا آخر عمرش عذاب وجدان داشته باشه. بریم عکس بعدی. این عکس ادوارد پینله، کسی که از سال 1957 تا 1971 با ده ها تجاوز تونست اسم خودشو به عنوان جونور جرسی تو تاریخ ثبت کنه. بیشتر از 10 سال مردم جزیره چنل جرسی همش از یه مزاحم نقابدار ترس داشتن که یه وقت بره داخل خونشون و یه بلایی سرشون بیاره. توی اون دوره دسترسی به پلیس انقدر زیاد نبود. خونه ها هم دوربین و این چیزا نداشتن. تنها چیزی که وجود داشت تلفن بود که اونم شد سیمشو از بیرون قطع کرد. با این شرایط بیشتر از 12 تا زن و بچه با یه موجودی روبرو شدن که ماسک عجیب و غریبی داشت. نمیدونستن با کی طرفن، چون هیچی ازش نمیدونستن. اسمشو گذاشته بودن جونور جرسی. ماسک ادوارد شکل پوستی بود که ذوب شده، ولی چیزی که خیلی ترسناک بود ماسکش نبود، قیافه خودش بود بدون ماسک. قیافش قیافه یه مرد خیلی عادی خانواده بود، بدون اینکه بشه بهش شک کرد. ادوارد 46 ساله سابقه خشونت نداشت، با زن و بچه های زندگی آروم و خوبی داشت. حتی کریسمس ها لباس بابا نوئل می پوشید و برای بچه های یتیم کادو می بود. ولی بعد از 14 سال حمله و تجاوز و نوشتن یه نامه تحقیرآمیز به پلیس، خیلی تصادفی دستگیر میشه. روش کار ادوارد اینجوری بود که اوایل توی جاهایی که رفت آمد کم بود یه نفر رو شناسایی میکرد، یه تناب مینداخت دور گردنش و میکشوندش داخل مزرعه. اونجا بهش تجاوز میکرد و فرار میکرد. ولی کار به جایی میرسه که ترسش کمتر و کمتر میشه. کم کم میره داخل خونه ها. در حدی که ولنتاین سال 1960 یه پسر 12 ساله توی اتاقش وقتی از خواب بیدار میشه ادواردو بالای سرش میبینه. جونور جرسی یه تناب میندازه دور گردن بچه 12 ساله و میبرتش از خونه بیرون، میبرتش داخل مزرعه. تمام کسایی که بهشون تجاوز شده بود میگفتن جونور جرسی خیلی بوی عجیب و بدی میده. کار به جایی رسیده بود که مردم داخل خونه هاشون هم دائم همه جا رو بو می کردن. نکنه یه وقت بیاد داخل. توی تمام این مدت یه وقتایی ادوارد به خودش استراحتهای 2 ساله می داد. توی اون تایم هم به یتیما کمک می کرد و تبدیل می شد به یه شخص مفید برای جامعه. تا سال 1966 که توی ایستگاه پلیس یه نامه ازش پیدا کردن که توش پلیس رو مسخره کرده بود. تو نامش بازپرس رو به بیکفایتی محکوم کرده بود و گفته بود 2 نفر دیگه هم قرار قربانی بشن. همینطور هم شد. سال 1971 پلیس به خاطر رد شدن از چراغ قرمز ماشینش رو نگه میداره. تازه اونجا میفهمن ماشینم دزدی بوده. وقتی کل ماشین رو میگردن تناب، چسب، ماسک و کلاهکیسش رو پیدا میکنن. محاکمه میشه و به 30 سال حبس محکوم میشه.
ولی سال 1991 به خاطر رفتار خوب آزاد میشه. خوشبختانه خیلی فرصت نمیکنه از آزادیش استفاده کنه، چون 3 سال بعد از اینکه آزاد میشه میمیره. بریم عکس بعد. این عکسم یه تعداد سیاه پوست و سفید پوست رو نشون میده که دارن خیلی خوشحال توی استخر شنا میکنن. عکسی که سال 1964 یا شاید 1966 گرفته شده. هر جا تاریخش رو یه جوری نوشتن، ولی توی بازه 64 تا 66 بوده. تو اون تاریخ سیاه‌پوستا دنبال حقشون بودن و طبق معمول یه عده نمیخواستن بفهمن که بقیه هم حق زندگی دارن. قانون بوده که استخر سیاه‌پوستا از استخر سفیدپوستا باید جدا باشه. سیاه‌پوستا باید میرفتن استخر مخصوص خودشون. بعد از دستگیر شدن مارتین لوتر کینگ، یه عده سفیدپوستا توی حرکت اعتراضی میرن به یه موتل که توش استخر فقط مخصوص سفیدپوستا بوده. سفیدپوستای معترض با هزینه خودشون اتاق اجاره میکنن. بعد از سیاه‌پوستا دعوت میکنن که به عنوان مهمون برن داخل هتل پیش اونا. بعدم با هم برن داخل استخر شنا کنن. اون مرد کت شلواری که داره یه چیزی میریزه داخل آب اسمش جیمز براکه، مدیر موتل. برای اینکه کاری کنه که اونا از شنا کردن دست بردارن و بیان بیرون، داره داخل آب اسید میریزه. یکی از کسایی که داشته داخل استخر شنا میکرده متوجه میشه که حجم آب به نسبت اسید خیلی بیشتره. اصلا اسید نمیتونه بلای سرشون بیاره. یه مقدار از آب استخر رو میخوره تا به بقیه نشون بده هیچ بلای سرشون نمیاد و نترسن. دمش گرم خدایی. بریم عکس بعدی. این عکسم به نظر یه عکس خیلی معمولی میاد از یه عده که داخل سینما دارن فیلم نگاه میکنن. به نظر میاد فیلمش هم خیلی تاثیرگذاره. ولی نکته عکس اینجاست که اینا اسیرای آلمانی هن که آمریکا مجبورشون کرده بشینن و فیلم بلاهایی که سر اسرا توی اردوگاه‌های کار اجباری می آوردن و نگاه کنن. هدف آمریکا از این کار نازی زدایی بوده. در واقع می‌خواستن کلاً نازی‌ها و هر ذهنیتی که ازشون هست و از بین ببرن تا بتونن جامعه مدنی رو بازسازی کنن. به جز دیدن فیلم ها، اسرا باید از اردوگاه‌های کار اجباری هم بازدید می‌کردن. تازه اونجا خیلی‌هاشون متوجه میشن که چه جنایتایی می‌کردن. البته من خیلی مطمئن نیستم که ناراحت شده باشن. احساس میکنم بیشتر داشتن فیلم بازی میکردن. ولی خب، بریم عکس بعدی. آخرین عکس خیلی نرمالم مربوط به سیدنی لوفه. این عکسو قبل از اینکه بره سر یه قرار آنلاین از خودش میگیره و تو اسنپ‌چت میفرسته برای دوستش. تو نگاه اول مثل خیلی عکسای دیگه است که تو اینستاگرام و اسنپ‌چت و این ور اون ور هست، ولی با یه تفاوت خیلی بزرگ. لینزی 24 ساله از 16 نوامبر 2017 که میره بیرون، میره سر قرار آنلاینش، دیگه هیچ خبری ازش نمیشه. کسی نمیدونسته کجاست. تا چند هفته بعد که جسد تیکه تیکه شده شو توی کیسه اطراف یه مزرعه پیدا میکنه. اوبریترین 54 ساله و زنش بوسول با یه هویت جعلی با سیدنی قرار میذارن و میکشوننش توی آپارتمان خودشون. همونجا هم میکشنش. دادگاه به این نتیجه میرسه که دلیلی برای کشتن این دختر بیچاره وجود نداشته اصلا. این زن و شوهر دوتا تفریح خیلی خاص داشتن. اولیش این بوده که با آدمای دیگه رابطه داشته باشن و دومیش هم کلاهبرداری از عتیق فروشی ها بوده. سیدنی هم به همین دلیل میکشن خونه خودشون که جزی از اینا بشه، هم باشون رابطه داشته باشه هم از عتیق فروشی ها کلا برداری کنه براشون. ولی اونجوری که فکر میکردن قضیه پیش نمیره. بعد از اینکه باش رابطه برقرار میکنن، طبق چیزی که خودشون میگن از ترس میمیره. اینا هم برای اینکه چیزی گردنشون نیفته و از شهر جسد راحت شن، تیکه تیکش میکنن. بعدم که از خونه میبرنش بیرون و اطراف مزرعه ولش میکنن. مرسی که تا آخر ویدیو بودی. حالا که تا اینجا اومدی حتما لایک کن. اگرم پیشنهادی چیزی داشتی، نظری داشتی، حتما تو کامنت ها برام بنویس.